و متوسطه دختران در افغانستان هنوز مسدود است. ولی وزارت معارف طالبان از آغاز روند توزیع کتب درسی در برخی از ولایت‌ها امروز خبر داده و میگوید که این کتب در چین چاپ شده است. مکاتب دخترانه با وجود فشار مکرر از سوی جامعه جهانی بر طالبان تاکنون مسدود باقی مانده و بیش از 8 ماه می شود که میلیون ها دختر در افغانستان از رفتن به مکتب باز داشته شدند. تحلیل دلیل مسدود ماندن این مکاتب را از خانم نازیلا جمشیدی فعال حقوق زنان می شنویم که از طریق اسکایپ از واشنگتن با ما هستند. خانم جمشیدی سلام و تشکر از وقتتان. حکومت طالبان چرا به نظر شما تا حال مکاتب دخترانه را مسدود نگه داشته؟ چه دستاورد این مسئله تاکنون بر طالبان داشته؟ خب ببینیم، به باور ما نباید فراموش بکنیم که طالبان کیها هستند و ایدئولوژی اینها و دیدگاه کلی از اینها راجع به پیرامون مسائل حقوق بشر و زنها چیها هست. ببینیم، به باور ما اینا از زمانی که در حال بازسازی او امارت به اصطلاح اسلامی خود هستند، ما میبینیم که زنها به حد خیلی زیادی از اجتماع هست دارند و مشخصا در رابطه با مکاتب من باور دارم که دو مسئله عمده برای طالب ها وجود داره. همون رقم که گفتم، طالب ها یک گروه تندرو و ایدئولوژیکی هستن و 20 سال به خاطر همین جنگیدن که دروازه های مکتب به روی دخترها، به روی زنها بسته نگاه بدارن. ببینیم، آموزش و پرورش از یک از تسهیل کننده های قوی توانمندسازی زن هست و توانمندسازی زن میکنه با این جایگاه فروتر، جایگاه پستر و بالاخره او نقش عنعنوی که طالب ها به باور خود خبر زن در نظر دارن و او دیدگاه مرد سالارانه زن راجب مرد راجب زن میتونه که مقابله بکنه. و مثلا این پری بینیم، بله باز مذارت، عمده ترین صد راه طالبان در این تصمیم ایشان اعتراض زنها در افغانستان بود که او هم با توقیف فعالین حقوق زن و شکنجه از اونا هشدار دادن و اونا اکنون متوقف شده. در این عرصه چه باید بشه و تا فشار بر طالبان وارد شد و او مجبور شدن که مکاتب را بگوشن؟ با این که من باوری دارم که تغییر روی کرد در طالب ها یک کار فوق العاده دشواری هست، ولی من هنوز هم فکر میکنم که طرفدارهای مردم افغانستان یا بهتر بگم که جامعه جهانی پیش او هنوز هم اهرم هایی هست که باید به شکل هدفمندانه و بسیار با پلان های مشخص اونها به کار ببره. ببینیم، از تحریم های اقتصادی گرفته کمک های بشر دوستانه، تعامل های آینده که همه اونها مشروط بر حقوق مشخص زنها هست، تمام اینها در دست جامعه جهانی هست. و یک مسئله دیگه که من خودم بسیار به او باورمند هستم، من باور دارم که جامعه جهانی باید نقش و مأموریتی سازمان ملل متحد یا دفتر ایمنامار در افغانستان حمایت بکنه. این تنها سازمانی هست که از نقد وسیع مسائل حقوق بشری و تاثیر او روی زندگی زنها میتونه راهبردهی بکنه، نظارت دهی بکنه و او در اختیار محاکم بین المللی بذاره. بله. خب کمتر از 3 ماه بعد یک سال از مسدود شدن این مکاتب میگذره. فکر میکنین که طالبان که از اون منحی ساله سیاسی برای برسمیت شناختن خود استفاده میکنن، بالاخره موفق شوند که جان را مجبور به این کار کنن در بدل گشایش این مکاتب؟ من باوری دارم که امکان دارد، اگر هم طالبان مکاتب را باز بکنن، فقط به شکل یک سیستماتیکی خواهد بود، یک تاکتیک سیاسی دیگه خواهد بود، ولی به هیچ عنوان من باوری ندارم که طالب ها اجازه بدن اون سیستم آموزشی نوین که همی حال معارف ما به اون مجهز هست ای در افغانستان کار بکنه، به این معنی که اونا نصاب درسی و اون سیستم تعلیمی افغانستان به شکل زیربنایی، به شکل تئوری اینها تغییر خواهند داد. تئوری که درس های مذهبی و مسائل تندروی در افغانستان نهادینه بشه. در حقیقت باید به شکل خلاصه بگم که از مکاتب به مدارس مبدل خواهد شد که ترویج کننده اصلی افراطی‌گرایی در افغانستان خواهد. بله، ممنون و سپاس از وقتتان. تشکر از تحلیلی که در قبال این موضوع را کرده. موفق باشید.